سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه در غیر این صورت. در برنامه دوم از دوره 21 این مجموعه برنامه ها در خدمت شما هستم. دوره 21 رو عنوانش رو گذاشتم سموم اسلام سیاسی و اجتماعی، و در هر برنامه به وجوهی از مخاطرات و مشکلات و دردسرهایی که حضور اسلام سیاسی و اجتماعی در ایران ایجاد کرده به این مخاطرات اشاره میکنم. در برنامه گذشته بحثم در مورد ورزش بود و اینکه مداخله اسلامگرایانه در ورزش به چه نوع فجایعی در کشور منجر شده، از عدم مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی و باختنهای تحمیلی ورزشکاران تا عدم اجازه خانمها به حضور در مسابقات ورزشی، در سالن‌های ورزشی، تا محدودیت‌هایی که برای اقشار مختلف برای زنان در ورزش‌های مختلف، از دوچرخه سواری، ورزش‌های عمومی، در حیطه عمومی ایجاد کردن، مسائلی رو درست کردن برای جامعه که این مسائل اصلا میتونست وجود نداشته باشه. ببینید، برخی از وسط مسائل مثل فقر، مسئله اعتیاد، اینا در همه جوامع وجود داره، حالا یه جوامعی بیشتر مثل ایرانی، جوامعی کمتر، اما مسائلی که در حول و حوش ورزش هست، اینا همه مسائلی است که اسلامگراها با نگاه ویژه‌ای که به اداره جامعه دارن این مسائل رو برای جامعه ایران ایجاد کردن و بسیاری از اقشار که در حیطه ورزش کار میکنن مدام با این مسائل درگیر هستن، کسانی که میخوان ورزش کنن با این مسائل درگیر هستن و هزینه های بسیاری هم برای این امور میشه. ذهنیت مردم رو متوجه میکنن به داستان ها و قضایایی که واقعا اینها میتونست وجود نداشته باشه. در برنامه دوم، در برنامه این هفته، بحث من در مورد جاه طلبی و گسترش طلبی است. گسترش طلبی و جاه طلبی اسلامگراها تحت عنوان حکومت جهانی اسلام به جامعه ایران عرضه شده. خب البته کسانی هستند در جامعه ایران که خواسته های امپریالیستی دارن، میخوان ایران قدرت منطقه‌ای باشه، همه کشورها تحت نفوذ ایران باشه، قانع نیستند به آنچه که یک کشور منابعش براشون فراهم میکنه و خب ادعای برخی هم هستن که ادعاهای بزرگتری دارن، معتقدن کاخ سفید رو باید بیان اشغال کنن. در مورد کرملین صحبت نمی‌کنن، مثلا در مورد کاخ سفید هست، اشغال کنن، در کاخ سفید نماز جماعت برگزار کنن، برنامه سینه زنی داشته باشن، رئیس جمهور امریکا بیاد خدمت آقای خامنه‌ای دستبوسی، یه همچین حرفایی رو، این حرفا رو مردم عادی نمیزنن، این حرفا رو فرمانده بسیج کشور این حرفا رو زده. این حرفایی است که دیدگاه‌های رسمی حکومت هست. یک نوع جاه طلبی و گسترش طلبی در میان اسلامگراها، روحانیون شیعه و پیروانشون، وفادارانشون، پاسدارانشون در ایران وجود داره که مسائل مختلفی رو برای جامعه ایران این نوع جاه طلبی و این نوع گسترش طلبی ایجاد کرده. آقای خامنه‌ای و مجموعه تمامیت خواها و اقتدارگراهایی که در حول حوش ایشون هستن، افکارشون به افکار هم نزدیک هست، در دوره ما بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خیلی حواسشون بوده، دقت کردن که مبادا گروه‌های دموکراسی خواه در ایران رشد کنن، ارتباطی میان نهادهای مدنی دانشگاهی در ایران یا رسانه‌ها یا مراکز پژوهشی با این گونه مراکز در کشورهای غربی برقرار بشه مبادا. خیلی حواسشون به این بوده که یه وقت کشورهای غربی در داخل کشور نفوذ نکنن، ایده های غربی در داخل کشور بست پیدا نکنه، مثل حقوق بشر، شفافیت و پاسخگویی حکومت، نفوذ انواع و اقسام دیدگاه های غربی مثل آزادی، مثل مبارزه با فساد، این گونه دیدگاه هایی که در کشورهای غربی رایج هست، و همچنین برخی اصلاحات مثل که در شوروی سابق
در پیش گرفته شد برای مقابله با مسائلی که داشتن در دوره گورباچف مثل پروستریکا و گلاسنوست. حواسشون خیلی بوده که اینها اجرا نشه، دست از اون بحث حکومت جهانی و نفوذ و اینا از اونا بر نمیدارن. اینها هدفشون این هست که همه دنیا رو، نه تنها ایران رو، امروز زیر چکمه های خودشون نگه داشتن، مردم رو مرعوب میکنن، سرکوب میکنن. هدفشون هست که همه دنیا در اختیار اونها باشه. اینها رو هم گفتند، چیز پنهانی نیست، من ادعای تازه‌ای نمیکنم، حرفاییست که همیشه در میان سخنان اینها بوده. همین اخیران آقای خامنه‌ای گفت که در منطقه ما هر جا که لازم باشه حضور پیدا میکنیم. گفته میشد که ایران مثلا در یمن هست، در سوریه هست، در عراق حضور داره، حضور نظامی داره، پول میده. اینا ابایی ندارن، روشن میگن که ما هر جا که بخوایم حضور پیدا میکنیم. در مورد اتحاد جماهیر شوروی، از جاه طلبی ها و از گسترش طلبی ها و از فساد، ناکارآمدی، سیاست های غلط، از اونها نمیخوان درس بگیرن. فقط از این که غربی ها نفوذی حرفشون این هست که نفوذ غربی ها بود که باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد و میخواهند که از این داستان در ایران جلوگیری کنن، با سرکوب ها، با محدودیت ها، با مشکلاتی که برای مردم ایجاد میکنن. اما یک داستان اصلی اینجا هست که اون داستان اصلی مورد توجه آقای خامنه‌ای و نزدیکانش قرار نگرفته. علت اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به نظر من این نبود که روزنامه‌های غربی نفوذ داشتن در اتحاد جماهیر شوروی یا فعالان سیاسی و حقوق بشر تحت تأثیر ایده‌های غربی قرار گرفتن یا برخی اصلاحات در پیش گرفته شد، اینها نبود. علل رو باید در چیزهای دیگری جست که من این علل رو در 4 عنوان خلاصه کردم. علت اول فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فقر و فساد و ناکارآمدی و فلاکت عمومی بود در این کشور، ناشی از سوسیالیسم، ناشی از کمونیسم، ناشی از عدم وجود رقابت، بازار آزاد، تجارت آزاد، ضبط اموال سرمایه‌دارها، کارخانه‌دارها، سیاست‌های نادرست. خیلی روشن سیاست‌های نادرست موجب فلاکت و فقر عمومی شده بود که جمعیت کشور، بلخص کسانی که در جمهوری‌های حاشیه‌ای زندگی می‌کردند، از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان برید تا آذربایجان و ارمنستان تا جمهوری‌هایی که در اروپا قرار داشتند، اینها وضعیت اقتصادی بسیار بدی داشتند، وضعیت معیشتی بسیار دشواری داشتند و مردم ناراضی بودند. مردم این کشور برای تهیه مایحتاج عمومیشون، خرید نان، خرید گوشت، خرید سبزیجات مشکل داشتن. درآمد سرانه در اتحاد جماهیر شوروی در نیمه اول دهه 80 میلادی چیزی در حدود 6000 دلار هست. این درآمد سرانه تقریبا شاخص خوبیه که وضعیت رفاه عمومی رو در یک کشور نشون میده. نابرابری ها رو نشون نمیده چون متوسط رو میگه، ولی خب در مجموع نشون میده که وضع اینجوریست. در همین دوره درآمد سرانه در ایالات متحده در اوایل دهه 80 19000 دلار هست، بعد در نیمه دهه 80 به حدود 21-22000 دلار میرسه. یعنی وضعیت مردم امریکا با اینکه جنگ کره داشتن، جنگ ویتنام داشتن، کلی هزینه میشد در امور نظامی، به طور متوسط شهروندان امریکایی حدود 4 برابر شهروندان روسی درآمد داشتن. همیشه هم کشور ثروتمندی بوده و شما در 200-300 سال گذشته هر وقت به هر مغازه‌ای که میرفتی جنس به اندازه کافی بوده که تهیه کنید و بعد هم با قیمت‌هایی که یه آدم عادی با کار عادیش میتونه این اجناس، یعنی مایحتاج اولیش رو تأمین کنه. برای این علت اول سقوط اتحاد جماهیر شوروی فقر و فلاکت عمومی بوده، نارضایی مردم از وضعیت موجود معیشتیشون. علت دوم پیر و
ایدئولوژی زدایی شدن بخش قابل توجهی از مقامات حکومتی. حکومت 70 سال طول کشیده بود، از 1917 برید تا 1989 که ابتدای فروپاشی بلوک شرق بود، پایین اومدن دیوار برلین و قضایی از این قبیل. یک 70 سالی طبعا اون نسل اول پیر شدن، انگیزه ها خیلی از دست رفت، دیگه مثل لنین و مارکس فکر نمی کردن. کسایی که در دهه 70 و 80 بر اتحاد جماهیر شوروی حاکم بودن، یه نسل تازهی روی کار اومده بود. این نسل تازه هم به چندان به اون مبانی اون نظام دیگه باوری نداشت، در یک حبابی زندگی میکرد از فساد و امتیازات ویژه و اتکای بر ماشین سرکوب و ماشین تبلیغات و ماشین ارعاب و اون دنیای آرمانگرایانه اوایل پیروزی انقلاب اکتبر. اون دنیا کم کم به فراموشی سپرده شده بود. رهبران حزبی به اسم عدالت و کارگر منابع قدرت و ثروت و منزلت کشور رو در یک کاست کوچیک حکومتی متمرکز کرده بودند و به کار و کسب و کار خودشون مشغول بودند. نکته سوم، رقابت تسلیحاتی اتحاد جماهیر شوروی هست در این دوره با کشورهای غربی. کشورهای غربی، شما مجموعه ناتو رو که در نظر بگیرید، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا که جز ناتو نیست و جز همپیمانان کشورهای غربی است، اینها همه از رشد اقتصادی بسیار خوبی در دهه‌های 60 و 70 برخوردار بودند. میتونستن بدون اینکه مردم رو نارضا کنن، بدون اینکه کاری کنن که قفسه‌های مغازه‌ها از جنس خالی بشه، برنامه تسلیحاتی هم داشته باشن، یه جاهای جنگ هم داشته باشن، رقابت کنن در یه حوزه‌های تسلیحاتی، تسلیحات مدرن با کشورهای دیگه، به مشکلات جدی هم دچار نشند. این داستان خیلی روشنی است. کشورهایی که تولیدات صنعتی و کشاورزی درونزا ندارند، اینها برای رقابت نظامی با کشورهای توسعه یافته و صنعتی دچار مشکل میشن، کم میارن. این چیز خیلی روشنی است. آره، امروز جمهوری اسلامی میتونه در خلیج فارس بره مثلا یک کشتی امریکایی رو بزنه، اما در دراز مدت این جمهوری اسلامی است که بازنده است، چون نه منابع کافی داره، نه تولید ملی داره، نه درآمد چندانی داره، نه بودجه نظامیش به اون قدر هست، نه تسلیحات کافی داره. این حرفایی که اینا در منطقه میزنن که ما ناوهای امریکایی رو میزنیم، اینها یا باید به معنای خالی بندی اینا رو گرفت، یا به معنای رفتارهای غیر عقلانی که یک کشور رو میخواد نابود کنه. هر دوش میتونه باشه. البته اتحاد جماهیر شوروی در این دوره، در دهه 70 دهه 80، میخواهد از حیث تسلیحات و رقابت‌های نظامی میخواد با کشورهای غربی برابری کنه. خب چنین برابری کار بسیار دشواری هست، بالاخص از هنگامی که ریگن در سال 1980 بر سر کار میاد، برخلاف کارتر که سیاستش خوشنودسازی و کنار آمدن با امپراتوری شر بود. ریگان سیاستش این بود که باید با این امپراتوری شر مقابله کرد، برنامه های تسلیحاتی تازهی داشت، روس‌ها هم میخواستن رقابت کنن. در این رقابت معلومه که کی عقب میمونه، معلومه که کی منابعش به سرعت از کف میره و به مشکلات اقتصادی دچار میشه. و علت چهارم، پرداخت هزینه های سنگین مداخلات خارجی بود، بالاخص در افغانستان. اتحاد جماهیر شوروی 9 سال در افغانستان در حال جنگ بود، در حالی که قیمت نفت و گاز، چون این کشور خب متکی است بر فروش نفت و گاز، قیمت نفت و گاز در دهه 80 به شدت پایین بود، پایین‌تر از یک بشکه نفت پایین‌تر از 20 دلار بود. اینها باعث شد که کمر اقتصادی و مالی اتحاد جماهیر شوروی در این دهه شکسته بشه. بنا به تخمین‌های مختلفی که من دیدم، این چند روز نگاه می‌کردم، اتحاد جماهیر شوروی در جنگ افغانستان حدود 50 میلیارد دلار، معادل روبلش، در افغانستان هزینه کرد. خب این یه سنگینه، هزینه بسیار سنگینیه برای کشوری که درآمد نفت و گاز
درآمد اصلیش هست. اتفاقا اصلاحات آقای گورباچف نه به خاطر این بود که غربی ها از اون میخواستن این کارو بکنه یا نیروهای دموکراسی خواه دنبال این بودن، علت اصلی رو کردن به اصلاحات این بود که جامعه وضعیت خرابی داشت، جامعه داشت رو به سمت فروپاشی میرفت، دولت منابعش کم کم داشت تهی میشد، به همین خاطر رفتن به دنبال این که صنایع رو واگذار کنن، یه دون اصلاحات اقتصادی انجام بدن، مشارکت عمومی رو افزایش بدن، برای اینکه دولت نمیتوانست از اون کارهایی که معمولا بر دوش دولت‌های کمونیستی گذاشته شده همه چیز نمیتوانست از پس اینها بر بیاد. این تصویر اتحاد جماهیر شوروی است در دهه 80 قبل از فروپاشی این کشور و جدا شدن 15 کشور از دل اتحاد جماهیر شوروی که امروز 15 کشور جدا شده است و روسیه. خب حالا بیایم به وضعیت جمهوری اسلامی در شرایط امروز نگاه کنیم. بحث من حالا به شکل خلاصه خدمتتون عرض کنم، من معتقدم که وضعیت ایران امروز به شدت شبیه اتحاد جماهیر شوروی است در دهه 1980، نه از جهت تأثیر آرای غربی، نه از جهت تأثیر رادیوهای بیگانه، نه از جهت تأثیر ماهواره ها، نه از اون جهات، از جهات ساختاری، از جهات نحوه اداره کشور، مشکلات بنیادی کشور، جاه طلبی ها، گسترش طلبی ها، رقابت های نظامی، اینها به شدت نشون میده که وضعیت ایران شبیه به اتحاد جماهیر شوروی است در اون دوره. خب حالا در همین چهار موضوعی که من خدمتون عرض کردم، در همین چهار موضوع وضعیت ایران امروز رو بیایم با اتحاد جماهیر شوروی در دهه 80 با هم مقایسه کنیم. امروز در ایران 2/3 جمعیت، ابتداش در مورد وضعیت معیشتی مردم، 2/3 جمعیت در زیر خط فقر نسبی زندگی میکنن، یعنی درآمدهاشون با حداقل اموری که نیاز دارن برای معیشتشون نمیخونه. 15 میلیون نفر زیر خط فقر مطلقن، یعنی در تأمین ضروریات اولیه زندگی مثل خوراک و پوشاک و سرپناه اینها در اونها مشکل دارن، مجبور میشن به کارهای عجیب و غریب، بچه هاشون از مدرسه برمیدارن میفرستن که تو خیابونها کار کنن، یعنی اگر هم گذرانی میشه اولا تغذیه به درستی ندارن، بهداشت درستی ندارن، مسکن درستی ندارن، بسیارشون حدود مثلا امروز آمارها رو من مرور میکردم، همین وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی سال گذشته گفته بود 19 میلیون حاشیه نشین داریم، البته امسال تحت فشارهای آقای خامنه ای که سیاه نمایی نشه ایشون آمار رو در هم یکی دو روز اخیر اعلام کرده بود که آمار 10 میلیون هست، 9 تا 10 میلیون هست، نصف کرده بود آمار رو، آماری که خودش سال قبل گفته بود 19 میلیونه. حدود 1/4 جمعیت کشور در وضعیت اسفناک زندگی در بیغوله ها و حلبی آباد ها و خونه هایی که مثلا با چند تا بلاک درست کردن در چنین شرایطی در ایران دارن زندگی میکنن. نیمی از جمعیت کشور نانخور دولت هستن، نان بخور نمیر، 10 میلیون مستمری بگیر هست در ایران از بازنشسته و غیر بازنشسته و کارمند و کذا و کذا که با بود خانوار 4 نفر میشده 40 میلیون نفر. نیمی از جمعیت کشور دستشون به چیزه، دهانشون نگاه میکنه به دست دولت برای اینکه هر ماهی رو بتونن به ماه بعد گذر کنند. نیمی از جمعیت کشور بدون مشارکت فعال اقتصادی است. آمار میدن که 10%، 12% بیکارن، اما این آمارها همش ساختگی و دروغ هست. میلیون ها کودک و نوجوان در خیابان ها رها هستند، ترک تحصیل کردن، 6 میلیون ترک تحصیل کرده وجود داره که خب اینا بسیارشون در خیابان رها هستند، بهشون میگن کودک کار، یا در زباله ها مشغول زباله گردی هستند و زباله پیدا میکنن برای اینکه حالا یا به عنوان غذا استفاده کنن یا به عنوان جنسی ببرن بفروشن. این وضعیتی است که الان ایران باهاش درگیر هست. از حیث درآمد سرانه در طی سالهای اخیر درآمد سرانه در ایران حدود 5000 دلار بوده، در حالی که درآمد سرانه امروز در کشورهای غربی اکثرا بالای 40-50 هزار دلار هست. یعنی جمهوری اسلامی
کاری کرده در طی 40 سال که درآمد سرانه مردم ایران چیزی در حدود 1/10 درآمد سرانه اکثر کشورهای پیشرفته هست. روندها هم نشون میده، شما اگر برید به آمارهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول نگاه بکنید، روندها هم نشون میده که در سالهای آینده درآمد سرانه مردم ایران کاسته خواهد شد، افزوده نخواهد شد، هم به دلیل درآمدهای نفتی که کاهش پیدا کرده و هم به دلیل مشکلات و عدم سرمایه‌گذاری و وضعیتی که از لحاظ اقتصادی ایران امروز داره. و اما مقایسه دوم، یعنی در مقایسه اول در وضعیت معیشت، معیشتی مردم ایران خیلی شبیه وضعیت معیشتیشون با وضعیت معیشتی مردم اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 80. نکته دوم بحث نسل انقلابی. نسل انقلابی تو ایران هم امروز تقریبا بعد از حدود 40 سال بالای 60 سال دارن. یک مجموعی هستن که جوانیشون رو پشت سر گذاشتن و نسل دوم و سومی هم که بعد از اونها اومده عمدتاً آقازاده ها و فامیل و خانواده و اینها هستن که اینها انگیزه های نسل قبل رو ندارن. اینا دو فقط دنبال خوشگذرونی هن. اگه چادری میپوشن رعایت میکنن، اینا لباس فرمشونه، لباس فرم برای اینکه از این منابع موجود از این منابع موجود به خوبی استفاده کنن. اینا از منابع تاراج شده برخوردار بودن، در رفاه و ناز و نعمت زندگی کردن، انگیزه و انرژی چندانی هم برای جنگیدن بر سر اسلامگرایی و دیدگاه های ایدئولوژیک نسل گذشته ندارند. شما اگر به فرزندان افرادی مثل آقای عارف که پسرش گفته بود من ما ژن خوبیم، آقای قالیباف، حداد عادل، رفسنجانی، همشون تک تک روحانیون، غیر روحانیون نگاه بکنید، اینهایی که الان در بخش دولتی حقوق میگیرن، کار در سطوح مختلف هستن، یا در بخش‌های خصولتی، در واقع دولتی‌هایی که ظاهراً خصوصیه، مقاماتی دارن، تهیه کننده تلویزیونن، تهیه کننده سینمان، وضعیت نان و آب خیلی خوبی دارند، اینها رو با پدرانشون مقایسه کنید، میفهمید تفاوت‌ها رو متوجه میشید. فرزندان این نیروها، نیروهای دادستانی، نیروهای وزارت اطلاعات، اینها یا امروز در کانادا و استرالیا و امریکا و بریتانیا اونها زندگی میکنن، یا اگه نتونن مدام میرن به دبی و استانبول و آنتالیا و جاهای مختلف در همون حول و حوش ایران و مشغول خوشگذرانیاشون هستن. شما فکر کنید کلوب‌های شبانه که در دبی هست، در استانبول هست، ایرانیایی که اونجا هستن، ایرانیا کیان؟ ایرانی ها معمولاً بچه ها و فرزندان و قوم‌وخویش های همین ها هستن که از هواپیما که پیاده میشن مثل بقیه مردم چادراشون رو برمیدارن، بعد مردم فکر کنن نه اینا چیزن، اینا مردم عادی هستن. نه، بسیارشون مردم عادی نیستن، اینا فرزندان همون نیروهای دادستانی و وزارت، من میشناسم که خدمتون عرض میکنم، فرزندان همون هان که مشغول خوشگذرانی هستن با در واقع امکاناتی که توسط پدرانشون مصادره شده، سرمایه‌گذاری شده، پولهایی که دارن، امکاناتی که دارن، شرکتهایی که دارن، با اونها خوب مشغول خوشگذرونی هستن در جاهای مختلف دنیا. مقایسه سوم، بحث سومی که در مورد اتحاد جماهیر شوروی من مطرح کردم، بحث رقابت‌های تسلیحاتی بود که درگیر در دوره جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای غربی داشتن و به تدریج باعث کهولت و فرسودگی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی شد. امروز در ایران هم عیناً همین داستان در جریان هست. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صدها میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم رو، یعنی مثل فرصت‌های از دست رفته، شما یه جنسی رو می‌خواستید بفروشید نتونستید، یه سرمایه‌گذاری می‌خواستید بکنید نتونستید سرمایه‌گذاری کنید، این فرصت‌های از دست رفته برای کشور به بار آورده. برنامه موشکی جمهوری اسلامی هم برنامه پرهزینه‌ای بوده و از این به بعد هم خواهد بود، چون تحریم‌های به دلیل همین برنامه بر کشور تحمیل خواهد شد. تحریم‌های هسته‌ای و موشکی نه تنها هزینه های کسب دانش و تجهیزات رو برای این برنامه ها چند برابر کرده، چون اینا رو مجبورن از شبکه زیرزمینی بخرن، گرونتر بخرن، پولای گنده تری رو بدن،
بلکه کشور رو از درآمد و سرمایه‌گذاری ها هم محروم میکنه، کرده و همچنان هم این کار رو انجام میده. در حوزه سلاح‌های متعارف هم سیل سلاح‌های چینی و روسی و کره شمالی به کشور در حال سرازیر شدن هست. شما فکر کنید آقای پوتین چرا باید چند بار در طول سالهای اخیر به ایران سفر کرده باشه و رفته باشه پیش آقای خامنه ای؟ بعدم بگه که مثلا من در چهره آقای از قول بیت آقای خامنه ای نقل کرده بودن که پوتین گفته بوده که من در چهره ایشون مسیحا میبینم. پوتین به این حرفا اعتقاد نداره، اومده اسلحه‌اش رو بفروشه. ایران بزرگترین خریدار اسلحه های روسی است، بیشترین اسلحه رو جمهوری اسلامی از روسیه تهیه میکنه. سالانه میزانش هم چندان دقیق نمیگن، اطلاع به مردم نمیدن. باید چیزی مثلا در حدود میلیاردها دلار باشه که از درآمدهای ایران ریخته میشه به جیب روسها برای تجهیزات نظامی که معمولا تجهیزات روسی تجهیزات درجه دوم هست در مقایسه با تجهیزات نظامی غربی. اینها داستان از چین هم همینطور، از کره شمالی هم همینطور، اینا مدام در حال خرید هستن. یه بخشایش رو در داخل کشور انبار میکنن، یه بخشایش هم میفرستن برای حزب الله لبنان، حوثی های یمن یا جاهای مختلف اسلحه میدن. حتی به طالبان هم اینها در یه دوره اسلحه میدن برای اینکه با آمریکایی‌ها بجنگن. محموله های متعددی رو در آبهای آزاد بین المللی که به سمت آفریقا، به سمت بخشی از اسرائیل روان بود، نوار غزه، کشتی های مختلفی در طول سالهای اخیر اینها توقیف شده. پولهاییست که پولهای مردم ایران هست که میره روی کشتی به شکل اسلحه بعد توقیف میشه. اینا کارهاییست که ریسکیست که اینها انجام میدن، چون برنامه های مشخصی دارن. این برنامه های جاه طلبیشون رو باید در دنیا به پیش ببرن. مردم ایران از حیث اینکه آقا چقدر در ارتش، چقدر در سپاه، چگونه هزینه میشه، در تاریکی کامل به سر میبرن. هیچ کس نمیدونه بودجه رسمی که به این نهادها داده میشه اینا بخش کوچیکی از بودجه است، چون تمام این نهادها درآمدهای مستقل دارن، قاچاق میکنن، اسلحه قاچاق میکنن، مواد مخدر، سپاه قدس اسلحه در کار مواد مخدر هست، در کار قاچاق انواع و اقسام لوازم الکترونیک هست، سپاه انواع و اقسام اسکله ها رو داره، اسکله های اختصاصی، کار خودشان، یه دولتی است برای خودش، درآمدهایی داره که حتی رئیس دولت و کابینه و مجلس هم نمیدونن که چه درآمدهایی است. یه کارایی است که اینا برای خودشون انجام میدن. حتی ممکنه بخشی از این درآمدها رو حتی آقای خامنه ای هم خبر نداشته باشه که اینها از کجا میاد، چگونه خرج میشه، در چه مجاری خرج میشه، به کی داده میشه. یه سیستم مافیاییه. تو سیستم مافیایی تمام اونایی که زیر نظر مافیا، رئیس مافیا آقای خامنه‌ای کار میکنن، همه چیزش آشکار نیست. یه بخشش، بخش قابل توجهش، بخش پنهان هست، نه فقط از من و شما بلکه از حتی اون کسانی که اینا دارن باشون کار میکنند. جمهوری اسلامی، حالا جالب اینجاست در این بخش رقابت تسلیحاتی، که اتحاد جماهیر شوروی حداقل خودش قادر بود سلاح‌های خودش رو بسازه، حالا با کیفیت کمتر. جمهوری اسلامی، طنز ماجرا اینجاست که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با خرید اسلحه از نقاط مختلف دنیا تبدیل به ابرقدرت بشه. ما چنین نمونه‌ای رو در تاریخ سراغ نداریم که یک کشوری با خرید اسلحه، با قاچاق اسلحه تبدیل به ابرقدرت منطقه‌ای یا ابرقدرت جهانی شده باشه. موضوع دیگری که در اینجا قابل ذکر هست و به نظر من بسیار مهم هست، با رفتن آقای اوباما که به دنبال خوشنودسازی جمهوری اسلامی بود و میخواست با جمهوری اسلامی کنار بیاد، با اومدن دولت آقای ترامپ دوران سختی برای جمهوری اسلامی آغاز شده. اینها مجبورند، در واقع به شکل ناخواسته، حالا یا خواسته یا ناخواسته، مجبورند که تحت فشارهای ایالات متحده قرار بگیرن. و در این شرایط معمولا این گونه کشورها بودجه نظامیشون رو افزایش میدن، یعنی بیشتر برای خودشون چاه میکنن، درآمدهای بیشتر، سرمایه‌های بیشتری رو صرف بودجه‌های نظامی میکنن. بودجه‌های نظامی هم معمولا هیچ نقشی در توسعه ملی و تولید ملی نداره، مردم رو بدبختر و بدبختر میکنه. با روی کار اومدن آقای ترامپ به نظر من شرایط
برای جمهوری اسلامی دشوارتر و دشوارتر میشه. به چند نمونهش من اشاره میکنم در باب همین داستان بودجه هایی که رسمی هست. بخش رسمی شد غیر رسمی شما نمیدونیم. رسمیاش رو که گفتن، بودجه پیشنهادی کل کشور برای سال 97 با احتساب قیمت های جاری مجموعاً 3.7% افزایش نشون میده، اما بودجه پیشنهادی دفاعی کشور 33% و بودجه سپاه پاسداران 42% افزایش پیدا کرده در همین بودجه سال 97 که دولت آقای روحانی پیشنهاد کرده به مجلس. بودجه سپاه با افزایش 11000 میلیارد تومانی، یعنی 3 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده، از رقم حدود 15.5 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 26.7 هزار میلیارد تومان در سال 97 افزایش پیدا کرده. این بخش رسمیش. این افزایش ها به یک سال هم محدود نمیشه. در بودجه سال 94 جمهوری اسلامی در این ثابت ماندن بودجه ستاد مشترک ارتش از سال 93 به 94 و اصلا انقباضی بودن بودجه، چون هنوز ایران تحت تحریم های نفتی بود، بودجه ستاد مشترک سپاه از 11000 میلیارد به 17.5 هزار میلیارد افزایش پیدا کرد، یعنی 30%. بودجه نظامی کشور هم از 93 به 94 از 21000 میلیارد تومان به 28000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، یعنی 32%. این افزایش بودجه تقریبا 2 میلیارد دلاری در حالی صورت گرفت که عایدات نفتی کشور در سال 94 حدود 40-50% کمتر بود نسبت به سالهای قبلش. بنابراین کشورها هنگامی که فشار این گونه کشورهای مثل ایران، وقتی فشار روشون زیاد میشه، بودجه نظامیشون افزایش میدن، مجبور از بودجه های عمرانی و بودجه هایی که به زندگی مردم قرار کمک بکنه اون بودجه ها رو میزنن، وضعیت معیشتی مردم رو بدتر میکنن، وضعیت تولید ملی رو بدتر میکنن و شرایط برای کشور مخاطره آمیزتر و مخاطره آمیزتر میشه. حالا در موضوع چهارم بیایم وضعیت اتحاد جماهیر شوروی رو با وضعیت جمهوری اسلامی مقایسه کنیم. ببینید، مقامات جمهوری اسلامی در دوره اخیر بسیار سرمست بودند از اینکه موشک‌های رو به حوثی‌ها دادن، حوثی‌ها موشکی رو به سمت فرودگاه ریاض پرتاب کردن، به جای دیگه عربستان سعودی موشک پرتاب کردن و مدام در رسانه‌های جمهوری اسلامی شما عکس‌های آقای قاسم سلیمانی رو، قصاب سوریه رو می‌بینید در سوریه، در عراق که ایشون هست، حضور داره. این عکس‌ها مدام به مردم یادآوری می‌کنه که ایشون قهرمان ملی شماست. چرا؟ برای اینکه سالانه 6-10 میلیارد دلار بودجه کشور رو در جیب آقای سلیمانی می‌ریزن، بره در عراق و سوریه اونجا آتش افروزی کنه، مردم رو، بخشی از مردم رو، کسانی که مخالف آقای بشار اسد بودن، اونها رو از بین ببره. داعش اینا کاری نداشت، از ابتدا با داعش نمی‌جنگیدن، با مخالفان دیگر دولت بشار می‌جنگیدن، حزب الله و نیروهای قدس سپاه. داعش رو برخلاف این دروغی رو که در یکی دو هفته اخیر آقای سلیمانی نامه نوشت، تبریک گفت به آقای خامنه‌ای که داعش مواد بین بردیم، داعش رو در سوریه نیروهای امریکایی از بین بردن با کمک کردها، رقه رو اونها گرفتن، موصلشون رو هم ارتش عراق با کمک امریکا و مؤتلفان امریکا در منطقه از داعش پس گرفتن. این دروغ‌های عجیب و غریبی است که برای مردم هر روز دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تعریف میکنه. خب در کنار این داستان‌ها، در کنار این در واقع به خود مغرور شدن‌ها و گزافه‌گویی‌ها، مداخلات خارجی نظامی جمهوری اسلامی سالانه چیزی در حدود 6-10 برای تخمین‌های مختلف 6-10 میلیارد دلار بر بودجه کشور تحمیل می‌کنه. این در حالیه که درآمدهای نفتی از اوایل دهه 90 حتی بدون تحریم‌ها به حدود 1/3 کاهش پیدا کرده. نفت در اوجش بوده 140 دلار بود، امروز رسیده به حدود 55 دلار در دنیا. خزانه کشور توسط هزینه‌های جاری، فساد مقامات دولتی و اتلاف مدام مکیده میشه، جایی برای اشتغال و رونق اقتصادی باقی نمیگذاره.
جمهوری اسلامی علارغم همه این افزایش ها در خرید سلاح نمیتونه با عربستان و امارات رقابت کنه، چون اونها جمعیت کمتری دارن، درآمد نفتی قابل توجهی دارن و مدام مشغول پر کردن زرادخانه های خودشون از انواع سلاح های مدرن هستن. مطمئن باشید اگر جنگی میان ایران و کشورهای عرب منطقه صورت بگیره، بخش عمده تأسیسات و منابع کشور نابود میشه. عربستان سعودی موشک‌هایی داره که تمام نقاط ایران رو یکی یکی میتونه بزنه. اصلا بحث امروز جنگ فقط این نیست که عربستان نیروهای با انگیزه نداره، ایران بسیجی داره. اینا داستان‌های عجیب و غریبی است که در گذشته هم گفته شده، به هیچ نتیجه هم نرسیده. جنگ زمینی میان عربستان و ایران قرار نیست اتفاق بیفته. اگه جنگی صورت بگیره، جنگ از همین جنگ تکنولوژیک هست و در واقع زیرساخت‌های کشور رو خواهند زد و همه رو نابود خواهند کرد. به همین دلیل من معتقدم این رقابت تسلیحاتی در منطقه برای جمهوری اسلامی رقابت ناکامی است که هزینه‌های عمرانی دولت رو اینها رو میمکه و برای کشور ایجاد مشکل میکنه. اگر به چند سال گذشته شما نگاه بکنید، در همین سال 96 میزان تخصیص یافته، نه روی کاغذ، تخصیص یافته بودجه برای بودجه‌های عمرانی حدود 2% هزینه‌های بودجه کل هست، هزینه‌های جاریه. یعنی بخش عمده بودجه صرف همین حقوق دادن‌ها و فساد و خوشگذرونی‌ها و امور جاری دولت میشه. برنامه 40، پول دادن به مداها، اختلاس‌های دولتی، انواع و اقسام راه‌های مختلف اینا دارن برای اینکه بودجه کشور رو مصرف کنن. چیزی در حدود 2%. برای سال 97 هم آنچه که در بودجه هست، از بودجه 1200 میلیارد تومانی فقط 60 میلیارد تومان در نظر گرفتن که اون هم در میانه راه تبخیر، بخش قابل توجهش تبخیر خواهد شد. یعنی چیزی در حدود 5% بودجه رو اینا میخوان صرف هزینه های عمرانی بکنن که اون هم به احتمال خیلی زیاد محقق نخواهد شد، چون از همین الانی که این بودجه رو به مجلس دادن، این بودجه دچار کسری است و کسری های بودجه رو معمولا از بودجه های عمرانی میزنن. اگر مثلا جای زلزله بیاد، سیل بیاد، مشکل پیش بیاد، همه اونا رو از بودجه های عمرانی میزنن و تامین میکنن. در واقع در کشور رونقی، ساخت و سازی از سوی دولت، از سوی نهادهای عمومی در جریان نیست. دولت آقای روحانی که نمیاد اینها رو به صراحت به مردم بگه. البته در پایان دوره آقای احمدی نژاد، برای اینکه مردم رو خام کنند علیه احمدی نژاد بیان در انتخابات شرکت کنن، این چیزا رو میگفته آقای روحانی که خزانه خالیه، ولی امروز اینها رو نمیگن. اما در شورای شهر این آقای حقشناسی که از اعضای شورای شهر، این اومده خیلی رک و راست گفته این حرف رو، میگه که مردم نباید از ما انتظار پروژه‌هایی در گذشته از جمله تونل و بزرگراه رو داشته باشن، چرا که برای احداث چنین پروژه‌هایی پولی نداریم. شهرداری تهران رو آقای قالیباف با حدود 30,000 میلیارد تومان بدهی تحویل شورای بعدی داد، یعنی چیزی در حدود 8 میلیارد دلار. حالا این پولا صرف چی شده؟ بخش قابل توجهی صرف مراسم عزاداری و پول دادن به هیئت‌ها و استخدام مداها در مترو، کسایی که شغل دارن ولی کار نمی‌کنن، هزینه کردن در نجف و کربلا و اینا شده پول شهرداری تهران، عمدتاً صرف این گونه امور میشه. حداقل این آقای حقشناس این انصاف رو داشته که بیاد به صراحت بگه که پولی در بساط نیست. دولت هم در واقع باید بیاد اینا بگه. در همین سال 96 هم در ماهایی بود که اینا حتی از پرداخت حقوق بازنشستگان مستأصل بودن. خب در نتیجه این مشکلات به مردم منتقل میشه. در سال آینده اینا پیشنهادات خیلی روشنی است که الان در بودجه سال 97 هست. قرار هست که عوارض خروج از کشور رو 3 تا 6 برابر کنند. میخوان یارانه 30 میلیون نفر رو قطع کنند. از بودجه توسعه و تجهیز مدارس 19% کاسته میشه. یعنی اون مدارسی که بخاری داشتن بچه ها توش میسوختن، اگه قرار بود که کمکی به اینها بشه، یعنی یه کارهای ساخت و سازی در این گونه مدارس صورت بگیره، بودجهش 19% کاسته شده برای سال آینده. قیمت بنزین رو هم
آقای نوبخت گفتن که میخوان از 1000 تومان به 1500 تومان افزایش بدن، یعنی 50% قیمت بنزین رو هم میخوان افزایش بدن. تمام هزینه های جاه طلبی های مقامات جمهوری اسلامی در منطقه که این هم پولیست که خرج میشه و هم دنبالش تحریم هست، دردسر هست و عدم سرمایه گذاری هست، تمام این هزینه ها قرار هست که به خود مردم منتقل بشه در سالهای آینده. یعنی وضعیت مردم به نظر من از لحاظ فقر و فلاکت و بیکاری و مشکلاتی که هست مرتبا بدتر خواهد شد، نه بهتر. هیچ چشماندازی برای بهتر شدن وضعیت در ایران دیده نمیشه. من تمام این آمارایی هم که الان خدمتتون عرض کردم همه رو از منابع دولتی و رسمی گرفتم. هیچ چیز من نه آدمی رو در ایران دارم که اطلاعات اختصاصی به من بده، نه چراغ جادو دارم که در این چراغ جادو این مسائل رو ببینم. اینا آمارهایی است که در رسانه‌های دولتی در ایران منتشر میشه، هر کسی میتونه اینا رو دنبال کنه و ببینه که شرایط داره به چه سمتی در کشور حرکت میکنه. البته مثلا در مورد هزینه‌های جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، اینا تخمین‌های مثلا بین 6 تا 10 میلیارد دلار تخمین‌های مراکز تحقیقاتی و رسانه‌های خارجی است. از میزان هزینه‌ای که کشورهای دیگر می‌کنن، مثلا شما حدود چند ده هزار نیرو رو بخواید در یک کشور نگه دارید، تخمین‌های قابل قبولی است که اینا هم پول می‌گیرن، چون بسیارشون مزدورن، مزدورهای افغانی پاکستانی هست، اینا استخدام می‌کنن، اونا هم از سر استیصال میان و میرن جنگ برای جمهوری اسلامی، چون اونا باید حقوق بگیرن، بعد اینا هزینه تدارکات دارن، هزینه سلاح دارن، هزینه های مختلف دارن. جنگ هزینه داره، جنگ نمیتونه مجانی صورت بگیره. از اون تخمین ها به دست میاد، چون جمهوری اسلامی نمیگه که چقدر داره در این جنگ ها هزینه میکنه. این هزینه ها منتقل میشه به مردم. این اینطور نیست که مردم فکر کنن که بله سپاه داره در منطقه آتش افروزی میکنه، اونا هم هیچ اتفاقی براشون نخواهد افتاد. از این اتفاقا برای مردم ایران خواهد افتاد تا متوجه بشن که یک روزی باید در برابر این حکومت قرار بگیرن. خب با این وضعیت در این 4 شاخص من نشون دادم که چقدر شرایط شبیه اتحاد جماهیر شوروی است. حالا یه عده ممکنه بگن که ضرورتاً با درست شباهت‌هایی وجود داره ولی تفاوت‌هایی هم هست. اتحاد جماهیر شوروی ابرقدرت بود، جمهوری اسلامی چنین وضعیتی نداره. اتحاد جماهیر شوروی بخش قابل توجهی از جمهوری‌هاش به دنبال مثلا این کشور، این جمهوری‌ها رو اشغال کرده بود، اصولا نمی‌خواستن بخشی از این کشور باشن. من معتقدم که اینطور نیست. حالا نمونه‌های دیگرش هم اشاره می‌کنم، بعد توضیح میدم که چرا وضعیت بسیار شبیه اتحاد جماهیر شوروی هست. ببینید در چارچوب فروپاشی اگر فکر کنیم، خب یک کشور میتونه با تجزیه به سمت فروپاشی بره، مثل یوگسلاوی سابق یا اتحاد جماهیر شوروی سابق. میتونه با جنگ داخلی به اون سمت بره، مثل وضعیت سوریه. میتونه با ناکارکرد شدن دولت مرکزی به چنین سمتی حرکت کنه، مثل سومالی که روز در واقع وضعیت به هم ریخته و آشفته‌ای داره، دولت قدرتمندی نداره که در واقع یه نوع کشور بی دولت هست، و قدرت گرفتن باندهای مافیایی تو کشور، اونم یه شرایط نزدیک به فروپاشی است، مثل وضعیتی که امروز گواتمالا داره یا کنگو داره در آفریقا. اینا شکلای مختلفشه. اما من معتقدم که وضعیت جمهوری اسلامی به وضعیت اتحاد جماهیر شوروی خیلی نزدیکتر هست، چون در ایران جنگ داخلی ما نداریم، باندهای مافیایی هم اگر هستن در خود دولت هن، بیرون از دولت نیستن. خب اگر به شاخص‌های خیلی ریز نگاه بکنیم، اتکای دولت، درآمدهای اصلی دولت به نفت و گاز به عنوان منبع اصلی، تلاش برای اجرای یک ایدئولوژی تمامیت خواهانه، مبتنی کردن سیاست‌ها بر این ایدئولوژی، دغدغه احیای امپراتوری و تلاش برای مدیریت جهانی، دشمنی با غرب و چند قومی بودن کشور، ایران رو به شدت شبیه به وضعیت اتحاد جماهیر شوروی میکنه. شما کافی است که یک سفری به بلوچستان یا به
کردستان بکنید به مناطق حاشیه کشور، میبینید که چقدر مردم این مناطق با آنچه که در تهران یا در مشهد یا در شیراز میگذره چقدر فاصله دارن و اصلا چقدر فاصله احساس میکنن با دولت مرکزی. این استانها رو شما هم امروز اگر درست مثل کردستان که درش نظرسنجی شد 93% کردستان عراق رأی دادن به جدایی، شما به امروز بیاید در کردستان ایران یا در بلوچستان رفراندوم برگزار کنید برای جدایی از ایران، ببینید چند درصد رأی میاره. من اینجا تبلیغ جدایی تبلیغ تجزیه ایران رو نمی کنم، دارم میگم وضعیت به گونه ایست اگر مردم کردستان و بلوچستان و خوزستان، حالا خوزستان که خیلی باید شباهتاش خیلی بیشتره با بقیه کشور، بخش قابل توجهشون شیعه هستن، اختلافات مذهبی ندارن، جمعیت عرب خوزستان هم نسبتاً اندک هست نسبت به کل استان. همین خوزستان هم که برید میبینید چقدر با دولت مرکزی مردم احساس فاصله دارن. اگر این مردم از رفاه برخوردار باشن چرا باید از دولت مرکزی بخوان جدا بشن؟ وضعیتی است که مردم حاشیه کشور از شرایطشون بسیار ناراضی هستند. وضعیت معیشتیشون دشواره، وضعیت سرکوب هست در این بخش‌های مختلف کشور و دولت با زور و ارعاب و چماق کشور رو الان در کنار هم نگه داشته، نه با رفاه، نه با حقوق، نه با رسیدگی، نه با توسعه. میشه شما کشور رو با پیشرفت میتونید در کنار هم نگه دارید، اما در جمهوری اسلامی با سرکوب، با چماق این نواحی مختلف در کنار هم نگاه داشته شده. این خب شرایط رو به شدت شکننده میکنه. از اون طرف هم خب یه جوامعی مثل ایران طبعا در چنین شرایطی باید نیروهایی پیدا بشن که بخوانیم شرایط رو اصلاح کنن. آقای خامنه‌ای و نزدیکانشون از کلمه اصلاح به طور کلی کگیر میزنن، اصولا دوست ندارن این کلمه رو بشنون. گروهایی هم که اصلاح طلب بودن در یک دهه از 1378 تا 1388 اینا رو سرکوب کردن، به زندان انداختن، گروهی رو کشتن، گروهی رو مجبور به مهاجرت به خارج کشور کردن. اون گروهی که الان در ایران به اسم اصلاح طلب خودشون رو میشناسن، معرفی میکنن، اینها گربه های رامی هستن در دست آقای خامنه ای. اینا مشکل ایجاد نمیکنن، همشون وفادارن، حکومت با اینها مشکلی نداره، چون از جنس اونایشون هم که نبودن کاملا به جنس حکومت تبدیل شدن. بنابراین در یک شرایطی ما قرار میگیریم که کشور نیاز به اصلاح داره، به دلیل اینکه داره رو به فروپاشی میره، در سرازیری داره حرکت میکنه، همه جهات، همه جهتگیری های نادرسته. کشور نیاز به اصلاح داره، اما حکومت 100% مخالف با اصلاحه. یک شرایط کاملا بنبستی است. در این شرایط های بنبستی کافی است با یک اتفاق کوچک شیرازه امور از هم بپاشه، کشور میره به سمت فروپاشی. حالا یا فروپاشی های عجیب کلی مثل سومالی، بی دولت شدن، هر جایی برای خودشه، در دریا مشغول مردم سومالی در دریا مشغول راهزنی دریایی هستن، یه عده محصول راهزنی های زمینی هستن، سر و سامانی نداره اون کشور، یا اینکه مثل اتحاد جماهیر شوروی کلن از هم فروپاشیده میشه. وضعیت امروز ایران رو من بسیار شبیه‌تر به وضعیت اتحاد جماهیر شوروی میدونم، به دلایلی که خدمتتون ذکر کردم. این وضعیت نتیجه جاه طلبی ها، نتیجه گسترش طلبی ها، نتیجه تلاش روحانیت شیعه و پیروانشون برای در واقع تأسیس حکومت جهانی اسلام هستند. چون معتقدن باید حکومت جهانی درست کنن، بعد بدن به دست امام زمانی که وجود خارجی نداره. امام زمان خود اینان، اینایی که صحبت امام زمان میکنن، امام زمانی وجود نداره. اصلا در تاریخ شما اگر برید و نگاه بکنید اصولا چنین فرزندی متولد نشده. داستانی است که برای مردم درست کردن. امام زمان خود اینان، خود این آقایون هر دوره امام زمان، آقای خمینی امام زمان بود، آقای خامنه ای امام زمان، بعدیاشون هم میخوان همچنان امام زمان باشن، با خونریزی تمام دنیا رو تحت سلطه خودشون بگیرن. داستان کسی که قرار بیاد این همون داستان سیمرغه.
عطار هم نشون میده که در واقع سیمرغ خود شما هستید. سیمرغی وجود نداره، همین سیمرغه، نه سیمرغ به معنای یک پرنده افسانه‌ای و جادویی. خود اینها همین امام زمانی هستن که میخوان نکوبت جهانی رو درست کنن و دارن براش تلاش میکنن، هزینه میکنن، ریسک میکنن، ابایی از گفتنش رو هم ندارن. همین هفته گذشته آقای فرمانده سپاه گفته بود اوضاع در یمن به سمت تثبیت خواهد رفت. یعنی کاری کردیم، حوثی ها رئیس جمهور سابق رو گرفتن، قتل عام کردن، کشتن، چند صد نفر رو در یک روز کودتا تصفیه کردن و اوضاع تحت کنترل اونهاست و کشور رو بقیه. حتی در یمن شما اگر به نقشش نگاه کنید یک وضعیت پیچیده‌ای داره، یه بخشش دست رئیس جمهور سابقه، یه بخشش دست القاعده است. یک ملغمه اصلا عجیب و غریبی است اینکه حوثی ها بتوانند تمام کشور رو تحت سلطه خودشون بگیرن. یک رویای عجیب و غریبی است که این فرماندهان سپاه برای خودشون درست کردن. چنین چیزی خیلی دشوار هست. سوریه حتی با اینکه جمهوری اسلامی، حزب الله، روسیه اونجا حضور دارن، اینکه سوریه هم به یه همچین وضعیتی، به وضعیت ثبات برسه، کار دشواری است، چون تکه ها و قطعات پراکنده ای از مخالفت و ایستادگی نظامی در برابر حکومت همچنان وجود داره. این در واقع شرایطی که امروز در ایران هست، داستان بردن کشور به سمت فروپاشی و اضمحلال و نابودی، اینها نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی است. مردم ایران یک روز باید به این نکته وقوف پیدا کنن که برقراری و تأسیس حکومت جهانی اسلام یعنی نابودی همین ایرانی که امروز وجود داره. چون نمی شود در این دنیا قدرت‌ها، نه فقط قدرت‌های غربی، همون قدرت‌های منطقه‌ای، ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، نمی‌گذارند جمهوری اسلامی حکومت منطقه‌ای که همه اینها تحت نفوذشون باشن، نمی‌گذارند چنین چیزی رو درست کنن. بیکار نمی‌نشینند. حالا یه داستان داعشی بود، امریکا رفت کمک کرد، سرکوب کرد، اینا یه نفوذی در عراق و لبنان دارند، در سوریه هم همینطور، قبلا هم داشتن، ولی از این فراتر دنبال این هستن که حکومت عربستان رو ساقط کنن، بحرین رو ساقط کنن، حکومتش رو یکی یکی تمام این کشورها رو تحت نفوذ و سلطه خودشون بگیرن. این برنامه ایست که اعلام کرده، چیز ساختگی نیست، نیت سنجی نیست، واقعی است. اینا رو اینها مرتبا این حرفا رو اعلام میکنن و میزنن، ولی این نتیجهش این نخواهد بود که جمهوری اسلامی در منطقه به قدرت واحد منطقه‌ای تبدیل بشه و بعد هم به سمت قدرت واحد جهانی حرکت بکنه. نتیجهش اضمحلال و نابودی کشوری است که پدران ما درش قرن‌ها زندگی کردند و اینها میخوان این کشور رو رو به نابودی و اضمحلال ببرند. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه دوم از دوره 21 از پیشنهادات و انتقادات و توصیه ها و اظهار نظرهای شما همچنان من استفاده میکنم. با من در تماس باشید، به من ایمیل بزنید، majidmohammadi@gmail.com، محمدی با 2M. از نظرات شما استفاده میکنم، حتما به سرعت به سخنان شما عکس العمل نشون میدم. ممکنه که چیزی رو از من بپرسید ندونم، میگم نمیدونم، اگر چیزی رو بدونم جواب میدم. اینطور نیست که حتما شما رو قانع کنم، حتما شما مقصودتون برسید، ولی من حتما عکس العمل نشون میدم نسبت به ایمیل هایی که برای من فرستاده میشه. تا هفته آینده روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.